اردوان روزبه همکارم از واشنگتن همراه ما هست. اردوان، پوتین به چچن با چه هدفی سفر کرده؟ دیدار یکباره ای که پوتین بعد از 13 سال از چچن داشته موجب تعجب حتی تحلیلگران روسی هم شده، به دلیل اینکه اون در اوایل سفر با دیدار از خانواده های کشته شدگانی که در یک عملیات کشته شده، مسلمان نزدیک 300 مسلمانی که پیش از این کشته شده بودن، ادای احترام کرد و بعد به مدرسه عالی نظامی پوتین رفت، مدرسه ای که قدیروف به اسم خود اون نامگذاری کرده بود و سربازان ویژه که در اونجا دوره میدن رو بازدید کرد. اون در یه جمله که به نظر میرسه جمله کلیدی هم هست، گفته بود با بودن شما سربازان ما شکست ناپذیر خواهیم بود. این میتونه با این نگاه باشه که با توجه به اتفاقاتی که در کورسک افتاده، پیشروی‌هایی که داره اتفاق می‌افته، حملات هوایی که حالا به مسکو رسیده، به نظر می‌رسه که حالا دیگه اوکراین اون کشور مورد حمله‌ای که فقط از خودش دفاع می‌کرده کم کم به نظر نمیاد. واقعیت اینه که تا الان ولادیمیر پوتین تصمیم درستی برای دفع حمله کورسک نداشته یا دست کم نتونسته چنین چیزی رو نشون بده، در حالی که پیش‌بینی می‌کردن ممکنه در منطقه خارکیف بتونه پیشروی‌هایی داشته باشه که بار سنگین غرب رو کاهش بده، اما این پیشروی هم تا الان اتفاق نیفتاده. حالا سراغ رمضان قدیروف رفته، کسی که همتای او، همراه او هستش در طول از ابتدای جنگ در فوریه، در طول جنگ همه جا ترک کرده، نیروهای خودش رو همراه ولادیمیر پوتین در عملیات ها نشون میده. در پیشروی در بندر ماریوپول این نیروهای چچنی بودن که دست بالا رو داشتن و همچنین در دوره‌ای که یگنی پریگوژین بر علیه پوتین شورید، باز هم نیروهای قدیروف بودن که هم در همراهی خودشون نشون دادن. اما تحلیلگران روسی میگن قدیروف خودش به تنهایی میتونه پتانسیل دردسرسازی هم برای پوتین داشته باشه. شما میدونید که چچنی ها فقط در این جبهه نمی جنگن، درست در نقطه مقابل در اوکراین هم جوهر دودایف بر علیه چچنی های طرف قدیروف می جنگن و به نظر میرسه این جنگ حیثیتی در تو طرف بیشتر از هر چیزی برای به قدرت رسیدن فرد پرقدرت در خود چچن باشه. خیلی ممنونم از توضیحات اردوان روزبه همکارم از واشنگتن همراه ما بود.